بسم الله الرحمن الرحیم گفتم التماس دعا چیست؟ گفتند واسطه قرار دادن انسان در پیشگاه خداوند و واسطه قرار دادن خوبان در پیشگاه خداوند پس خوبان همیشه همراه سلام و التماس دعا بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده شما همراهان همیشگی و از خدای بزرگ برای همگی شما عزیزان صحت و سلامتی از خدای بزرگ آرزومن هستم و در این روزها و شبهای پر از فضیلت التماس دعا از همه شما و تاعتتان قبول درگاه حق در رابطه با دعا گفتیم بله دعا پیامبر بزرگ اسلام فرمودن که مغز عبادت دعا هست کلید رحمت هست و محبوب ترین عمل در پیشگاه خداوند دعا هست امیدوار هستیم که از دعا و راز و نیاز با خدای بزرگ خود ما محروم نکنیم خود ما را و غافل نباشیم و در این روزها و شبهای متبرک و پر از فضیلت چقدر خوب است که با خدای خوب خود ما دعا کنیم و راز نیاز کنیم و مناجات کنیم تا ای که بتانیم به حاجات خود ما نزدیک شویم. امروز هم میخوایم که در رابطه با دعاهای ماه مبارک رمضان با شما عزیزان صحبت کنیم اگر یادتان باشد در هفته پیش ما از روز اول تا پنجم در رابطه با دعاهای ماه مبارک رمضان و نکات از او صحبت هایی داشتیم و امروز هم میخوایم از ششم تا یازدهم صحبت کنیم با شما و ببینیم که چه پیام های برای ما داره پیام ها و نکات تربیتی دعاهای ماه مبارک رمضان دکتر رضایی محدثه رضایی عزیز کنار ما هستند سلام علیکم خدمتشان عرض میکنیم و قبولی تاعت میگیم خدمتشان بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام دارم محضر شما همکار عزیز ارجمند و همینطور همه بینندگان محترمی برنامه و آرزوی قبولی تاعت و عبادات دارم در این ماه زیافت و در این ماه بزرگ و با فضیلت انشالله که خداوند توفیق همونطور که شما فرمودید توفیق دعا کردن و معرفت نسبت به آنچه که دعا میکنیم و از خدا میخوایم به ما بده و به حق حرمت همه خوبان درگاهش به خصوص عزیزان و بزرگان بارگاه حضرت حق که برترین های اونها بر ختم مرتبت و اهل بیت پاک او هستن خداوند توفیق این رو بده که ما دعا بکنیم و از او مسئلت میکنیم که انشالله استجابت دعای ما رو به حق محمد و آل محمد هم انشالله تعهید بفرماییم ما هم آرزومند تمام ای هستیم که شما دعا میکنین برای ما و عزیزان بیننده آرزو میکنیم که انشالله برآورده شود و الهی آمین میگیم با اتفاق همه بیننده های عزیز ما و هم همچنان که گفتم برای شما عزیزان ما امروز یعنی هفته پیش که از شروع ماه مبارک رمضان ما دعاهای ماه مبارک رمضان نکات تربیتی از را برای شما عزیزان باز کردیم بیان کردیم و امروز هم خانم رضایی عزیز آماده هستند که دعاهای ماه ششم روز ششم تا یازدهم را بیان کنیم خب. تشکر از شما باید. بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به که زمان ما هم کم هست به قول معروف همیشه میگیم میریم سر اصل مطلب درسته. که اما روز ششم به خاطری که بتوانیم بیشتر فرصت استفاده کنیم ترجمه دعا را برای دوستان میخوانم و بعد میپردازیم به اون نکتهی که میخوایم بیشتر روی و تمرکز بکنیم دعای روز ششم میفرماید خدایا مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانیت و مگذار یعنی مرا رها نکن که خدایی نکرده به سمت کفران نعمت و به سمت گناه و به سمت مسیح و با تازیانه انتقامت عذاب مکن یعنی خدایا انتقام یعنی مرا به جایگاهی نرسون که در مقام ای قرار بگیرم که تو بخوای از من انتقام بگیری و از موجبات خشمت دورم بدار کاری نکن که به سمت سویی برم که خدای نکرده موجب خشم و غذب تو بشه به فضل و عطایت ای نهایت دلبستگی دلبستگان خب این نکته که من میخوام اینجا خدمت عزیزان ارز کنم در فراز ابتدایی دعا داره که ولا تذربنی به سیات نقمتک و زهزهنی فیه من موجبات سختک همطور که اشاره کردم در ترجمه هم آمده پناه بردن خدایا من از تو میخوام تقاضا میکنم بله. که مرا به اصطلاح قرار ندهی یا مرا به حال خودم با مگذاری و قرار ندهی در مسیری که موجه به خشم و غذب تو و در مرحله انتقام گرفتن ببینید ما صفتهای های بسیار زیادی در قرآن کریم نسبت به حضرت سبحان داریم ولی خب موارد یکی از صفاتی که در قرآن اشاره شده زنتقامه والله عزیزون زنتقام یعنی بله. کسی که انتقام انتقام میگیره در سوره مبارکه ابراهیم آیه 47 میفرماید فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز زنتقام. انتقام. خب مقصود از انتقام یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حواستان یادتان هست که در جلسه پیش در دعای روز دوم یا سوم اگر اشتباه نکنم که می گفتیم که پروردگار رو را عنایت کن به من تنبیه و ذهن و تنبیه در دوم که گفتیم تنبیه یک تلنگری است یه است که خداوند اگر یه لطفی است که خدا در حق بندهاش میکنه حالا نگاه کنید این دقیقا نکته اینجاست که میگه خدای مرا وا مگذار من, را من را رهایم نکن و و مرا به سمتی نبر که موجبه یک آیه در قرآن داریم آیه 178 سوره مبارکه آل عمران بسیار بسیار جالب است. ببینید اینکه میگیم که خدا عزیز و انتقام هست خدا صاحب انتقام و انتقام میگیره بسیار سخت انتقام میگیره بله. ممکنه در کما این که بسیار هم شنیدیم و حتی گاهی وقتا ممکنه که خواهم خب مزوری بدون تعارف در ذهن خودمان هم گاهی وقتا ای بگرده که چطور میشه بعضی ها در کمال عصیان و گناه و به عبارتی غرق در معصیت بله، هستن بله. ولی خب چرا خدا از اینا انتقام نمیگیره اولا نکته اولی که اگر تاریخ بشریت رو ماورق بزنیم این به عبارتی سیره الهی و این سنت و به عبارتی سنت الهی کاملا اجرا شده در تمامی ادوار بشر در, مورد بله. در همه زمانه ها و در مورد همه افراد کما این که ما سرنوشت امثال فرعون و امثال قارون رو شنیدیم و به ما رسیده بله، از آبهایی که پروردگار سبحان در مورد قوم لوط داشته از آبهایی که در بله. مورد قوم مثلا پیامبرانی که به عبارت نافرمانی کردن در مورد قوم حضرت نوح داشته درستا. و مواردی از این دست رو حتی در مورد نافرمانی هایی که امت پیان بران و متفاوت داشت حالا اگر مصادیق انتقامت بگویم همون آمیشن. میشن خب حالا اونا رو به مثال میزنم بعد میگیم که اگه کسی بیاد بگه که خب این چه قسم است که اگه قرار خدا انتقام بگیره چرا از بعضی که ما میبینیم واضح و روشن انواع و اقسام گناه ها و خطا ها رو انجام میدن چرا خدا انتقام نمیگیره آیه 178 سوره آل عمران بسیار زیبایی رو جواب میده میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین کفرو انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادو اسفن و لهم عذاب مهی گمان مبرید که خدا به اونهایی که مهلت میده بله. به حالت استدراج اونها رو قرار میده به عبارت اونا رو به حال خودشان رها کرده خیرن لنفس به خاطر خوبیشان است نه مم. بل میگه انما نملی لهم لیزدادو اسفن خدا به اینا مهلت میده که هی بارشان رو سنگین تر کنن هی hey, ابه یعنی همون همه... که با حال خود رها شدن بدترین نوع انتقام اینمیست و لهم عذابون مهین برای اینها عذابی بسیار خار کننده بسیار سخته نکته اینجاست که ببینید وقتی که در دعا هم داره خدای من مرا وامه گذار به اصطلاح همیانه ما داریم در قنوت میخوانیم بله. که الهی لا تکلمی الا انفسانی ترفت عین عبدا خدای حتی یک لحظه هم مرا به حال ما... همین که خدا یکی رها کنه به حال خودش وا بگذاره بدترین بدترین انتقام است چرا چون وقتی که خدا کسی رو به حال خودش رها کرده یعنی رحمت و مغفرت و عنایت و لطف و او حتی ممکنه به ظاهر در مورد جا. ولی بترسین ببینید ببینید وقتی که میفرماد والله و عزیز و ذو خداوند صاحب انتقام بسیار هم سختگیرنده گیرنده است در انتقامش پس این نکته اول همچنان که ما در مورد رحمت الهی واسعی که امروز هم در مورد رحمت واسعی الهی صحبت می کنیم باید حواسمون به این باشه که خدایی نکرده وقتی آه. ورود در گناهان و یا بله. وقتی باعث خدای نکرده انتقام. حالت... بله حالا این انتقام های بشری چه تفاوت هایی داره با انتقام های الهی این مثلا گاهی وقت وقتی ما هست حرف از انتقام میگیریم ناخداگاه بنده ها به یاد انتقام های بشری انتقام اه. هایی که مردم مثلا اقدام میکنن بله. خب مثلا فلانی هم چه کار سرما کرده باش که مثلا من انتقام بگیرم چه تفاوت هایی وجود داره بسیار نکته جالبی بود ما در قرآن داریم که در مورد مواردی که حتی ما میدانیم که قصاص یکی از احکام الهی است خب ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب قصاص کنید حالا به یک معنی بعد یک جای در قرآن میفهمد و این تعفو اقرب ولی تقوا ولی اگر ببخشید بسیار بسیار به تقوا نزدیکتره تفاوت انتقام بنده با انتقام خدا ببینید انتقام بنده یه گاهی مثلا فرض بر مثال کسی در حق من بدی میکنه به خاطر گاهی وقتا از سر عصبانیت از سر خشم و به خاطر ضعفم چون احساس مم. میکنم که من یعنی به اصطلاح گاهی وقتا انتقام گرفتن ما به خاطر ناتوانی در بخششه و این تعفو اقرب ولی بله خب بله. ولی انتقامی که در مورد حضرت حق از اون صحبت میکنیم عین عدل الهی است به هیچ زیبا. عنوان بر مبنای ضعف یا بر مبنای بله. مثلا نه این عدل الهی حکمتش, <تكلمتش> حکمتش <بخده> هست, هست. بر اساس عدل ولی انتقامی که بنده میگیره از سر ناچاری یا سر ضعف یا سر خشم یا سر غضب یا به خاطر ضعیف بودنش هست پس برابری تفاوت وجود دارد بین انتقام خیلی تفاوت زیاد یعنی او به خاطر حکمتش هست که انتقام میگیره خصوصا او به حال خودش واگذاشته نشود یعنی عین لطفه یعنی اگر من تو رو رها کنم به سمت چی میری به سمت تواهی میری الایکه کل انعام هم ازل یک جایی میرسی که حتی از چارپایان هم بله، از لحاظ بله. به ما... شخصیت و ماهیت و ذاتت پستر میشه فلزا اگر خداوند انتقامی هم میگیره قطعا انتقام موثر از به و... حکمت و... و... بله. چون اگر گاهی وقت حالا میفهم ما نباید ادامه به تیم صحبت ها را چون باید ادامه دعا ها رو بپردازیم ولی خب گاهی وقتا انسان ها مثلا میگه که خداوند ارحم و راهیمین است خداوند چرا باید انتقام بگیرنیم مثلا بله بله. بیشتر که بنده ها از ذهنیت خودشان وقتی که صحبت هم میکنن میگن بعید است از خدایی که قدر هر هم راهیمین است و قدرت داره و بیا انتقام بگیر از یک بنده ضعیف خودش ولی بل. خب این انتقام انتقام ایلی. حکمت و عدل و, 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 و لطف است اصلا لطف خداست بسیار خیلی هم عالی اما روز هفتم در دعای روز هفتم میفرماید خدایا مرا در این ماه بر روزه و شب زندداریش یاریده و از لغزش ها و گناهان دورم بدار مم. و ذکرت را همواره روزیم هم کن به توفیقت ای راه نمای گمراهان نکته مهمی که حالا او نکته که البته همه یه نکاتی که در دعا هست مهم است اون نکته که من بیشتر روش تاکید دارم در فراز ای یا در ابتدای دعا ببخشید میفرماید که اللهم اعنی خدایا به من کمک کن استعانت طلبیدن از پروردگار تا ببینید یادتان هست الان دوستان ما پیگیری کرده باشن برنامه های ما جلسات بسیار گذشته در مورد بحث های تربیتی که صحبت میکردیم در مورد بحث های معرفتی نسبت به خود شخص یک آگاهی رابطه ای با خدا یکی از نکات مهم است که ما به این باور داشته باشیم و به اعتراف کنیم و به ای آگاهی داشته باشیم که هیچ چیزی در دنیا از من نیست از آن من نیست و خودم از آن خداست آه. انا لله ما برای خدا الیه راجعون و به سوی باز میکردم خب. ولی در کنار این باور به ای که هیچ چیز از آن من نیست مطمئن من تلاش میکنم زحمت میکشم برای خودم هدف تعیین میکنم برای خودم برنامه دارم حساب و کتاب روز و شبم را امام صادق فرمود هر شب از خودتان حساب بگیرید و قبل انت حسابو هر شب نامه عمل خودتان را روزانه در طول روز هر رفتاری که انجام میدیم شب حسابرسی کنین که چیکار کردیم کردین قبل از اینکه خودتان به حساب خودتان رسیدگی کنین که این حساب و کتاب باعث بشه که خدای نکرده حسابتان سنگین نشه چرتکایتان به اصطلاح خودمون بندازیم که خدای نکرده وقتی مورد در مقام عدل الهی مقابل اون چیزی که قرار گرفتین حیرت زده نشین ام. ولی این نکته ای است که ببینید برای تک تک رفتارها و اعمالی که انجام میدم همون هدف گذاری همون برنامه ریزی همون حساب کتاب نکته ای مهمش این است باید حواستون باشه که استعانت و یاری قطعا و حتما از خدا به طلبم ما در ام. هر به عبارتی نمازمان در رکعت اول و در رکعت دوم که سوره حمد را میخونیم بله. میفهمیم یاکه نعبدو بله. و یاکه نستعین. نستعین تنها از تو استعانت و طلب یاری و کمک رو تنها یا که فقط به فقط از تو. فقط از تو خب حالا گاهی وقتا میگیم که اگر کسی باشه پس بنابراین ما که مثلا کمک میگیریم آه. به طور طبیعی به عنوان که یک انسان هستم یه موجود مدنی و طبع در اجتماع زاده شدم با دیگران رفت و آمد دارم معاشرت دارم رد و بدل دارم خب به طور طبیعی من از بقیه کمک بگیرم اگر داره. مقصودی باشه که الا و بلا فقط و فقط از خدا کمک بگیریم کما که بعضی از فرقه ها در بعضی از مسائل دچار اشتباه شدن آه. پس بنابراین اگر طلب استعانت و کمک و یاری از کسی دیگری بطلبیم، پسی پس شرک دیگه رضای یک میان برنامه آماده داریم تقدیم میکنیم خدمت عزیزان بیننده و بعد از او مفصل صحبت میکنیم در این عمال. مورد عزیزان بیننده همچنان بیننده باشین شما بیننده برنامه روشنا هستین و امیدوار هستم که تا آخرین لحظات هم همراهی کنید تشکر از همراهی گرم شما بیننده های عزیز امیدوار هستیم که هر روز بیننده برنامه باشین و امروز هم روز سهشنبه با شما عزیزان هستیم با کارشناسی دکتر مدرسه رضایی عزیز و در رابطه با نکات های تربیتی دعاهای ماه مبارک رمضان صحبت و گفته میکنیم با شما عزیزان که چند مورد را بیان کردن یکی ای که انتقامی که خداوند از بنده میگیره از حکمت و لطف او هست و مطمئن باشیم که این لطف و حکمت خداوند از حکمت بزرگ خداوندی هست و همچنین در رابطه با ای که استعانت و یاری جستن از خداوند نه از غیر خداوند فعلا نسبت به این دو مورد صحبت کردیم و ادامه صحبت را مشتریم از تشکر د. از شما بسیار هم بزرد عالی بزرد. من فقط ای برای این برای اینکه به اصطلاح جمع بندی بکنیم من داشتم عرض می‌کردم خدمت شما ببینندگان محترم که گاهی وقتا ممکنه خب این شبهه به ذهن ما بیاد وقتی میگیم یا کن عبود و یا کن است این در قسمت نزد اینکه فقط از تو یاری می‌جوییم آیا کمک خب من انسان هستم طبیعی است که در مباحث زندگیم در مسائل و مشکلات و چالش‌ها و مصیبت‌هایی که در زندگی پیش میاد خب از بندگان نیاز به کمک داریم ما کمک, کمک جستن اشتباس نه ما نص سری های قرآن داریم سوره مبارکه مائده آیه 35 یا ای الذین آمنو اتقوا الله و ابتقوا الوسیله خود پروردگار سبحان میفرماید که مثلا و بعد در تفسیر آیه هم از منابع در, در, هر دو فرقه هم از منابع اهل سنت داریم و هم در منابع مذهب تشیع که یکی از بهترین وسیله هایی که در تفسیر آیه معرفی شده پیامبر و اهل بیت مکرم هستن یعنی ببینید ما در مشکلات خودم کما اینکه ما در ما به حال سنت جز دعاهایی که همیشه انجام میدیم عزیزان بیننده ما قطعا متوجه هستن مثلا ما معمولا هر زمانی میشه دعای توسل رو بخونیم ولی خب معمولا ما سه شنبه ها عادتی است که شب چهارشنبه یا وجیها عند الله اش فعلنا اصلا درست. معنی دعای توسل یعنی ای آب ببینید ما پیامبر رو و اهل بیت پاک او رو حضرت زهرا و امیرالمومنین و فرزندان بزرگوار اون ایشان رو به عنوان آبرومند نزد خدا معرفی میکنم بعد آه. که یا میگیم یا وجیها عند الله اش فعلنا اندللا. خب این طلب شفاعت, شفاعت کردن پس من وسیله قرار میدم و به از اونها کمک میگیرم که شما چون مرزی خدا هستید شما چون بلی. بنده خالص خدا هستید کما اینکه پس بنابراین ببینید اگر طلب کمک جستن از بنده خدا در راستای اطاعت خدا باشه تموم کما اینکه مثلا من از معلمم ما از همکارم از دوستم از رفیقم از مثلا بزرگ خانواده ایم از هر کسی که ای که کمک می‌گیرم به معنای این نیست که خدای نکرده به خدا شکر نه طلب استعانتی از زو استعانت حلاله طلب استعانت در راه به عبارتی مسیر اطاعت خدا و در در مورد چیزهایی که خودشان حلال است تو شرعی است و درست هیچ اشکالی نداره استعانت حرام است که یا قصد و قرضی که کاری که من میکنم کار حرامی باشه یا فعلی که منجر کمک گرفتن در کاری که انجام مو خودش حرام است مثلا با در کتب فقهی داریم میگه که شراب و هر آن چیزی که مربوط بوس یعنی اگر شما مثلا فرض کنید یک کشتمندی داریم زار... زراعتمندی داریم که زمین داره باغ انگور داره اون تو اگه انگورش میکاره که سرکه کنه بهش بفروشه برای سرکه خب آه. نیتش دیگه نیتش. ولی اگر ایش دقیقاً داری انگور رو میکاره که بفروشه به کسی که میدانه او داره شراب آه. درست میکنه خب طبیعتاً استعانت در راه حرام هست و از اون مواردی است که مجاز به انجام اونها نیستیم در مورد روز هشتم چند نکته بسیار جالب در این در ای به اصطلاح دعای روز هشتم هست فراز که در او سه نکته شما خدمت دوستان میگم که بعد جنبندی بکنیم میفرماید که خدایا به ما کمک کن که در این ماه مهر بورزم مهربانی کنم مرا نسبت به کیا نسبت به یک دسته اول نسبت به یتیمان خدا بهم کمک کن که نسبت به یتیمان مهربانی کنم دومین کاری که بهم توفیق میده این که اطعام داشته باشم قضا به اصطلاح انواع محور زیبا رحمت خودش بله، بیان میکنم بله. و نکته سوم این که من مجالست و هم داشته باشم با خوبان تو با آدم های فازل با آدم های صاحب فضیلت با آدم های با کرامت ببینید ستایی رو جمع بکنیم میگیم که در این گفته شده خدای روزی هم گردان در این ماه مهرورزی نسبت به یتیمان و خوراندن تعام و آشکار کردن سلام و هم با افرادی که کریم هستند به فضل و کرامت ای پناه آرزومنده خب نکته مهمی است که ببینید محبت رو اگر معنا کنیم انواع و اقسام در آیه به زیبایی به چند قسمش اشاره شده خدای به من کمک کن که مهربانی داشته باشم اول نسبت به اونهایی که نسبت به یک دسته خاصی از جامعه که بسیار با. مهم هم هست اوه. نسبت به اونهایی که از نعمت پدر و مادر محروم شدن خصوصا اونهایی که حالا به لحاظ حمایتی پدر بله. مهم است و به لحاظ ماتفی یعنی بله خدا چقدر نسبت به اونها تاکید داشت بله ما در دعا میگیم خدای به من توفیق رو بده که من نسبت به یتیمان مهربانی خاص داشته باشم اطعام تعام بسیار تاکید شده در ماه مبارک خصوصا در ماه رمضان حتی اگر شده به دانه خرما بله زمینه افطاری های ساده را به خصوص در مساجد بله. که بسیار سنت حسن نیست و همه او افرادی که این برنامه رو می کمک میکنن به اینکه او بزرگواری که روزه داره بیای داخل مسجد نماز اول وقت بخونه و یک افطاری ساده یک دانه خرما بله. مثلا یک لقمه یک نان و پنیر یا هر چیز دیگه اطعام تعام یعنی خدای توفیق بده برای که در ماه رمضان بتونم این کار انجام بدم بله. و آشکار کردن سلام یکی از خصوصیات و سیره بسیار بسیار, بسیار پسندیده پیامبر گرامی اسلام که داریم که در یک از ویژگی است که هیچ کسی در سلام کردن و پیغمبر سبقت نمی گرفت بره. یعنی پیغمبر حتی بر اطفال و کودکان اول از سلام می‌کردن و بعد اینکه توفیق داشته باشیم که مصاحبت هم نشینی کنیم با علما چقدر خوبه که در ماه رمضان یه قسمتی از ساعات و روزانه ما رو اگه اونایی که توفیق دارن میتونن برن برن ولی الان کسی بگه که خب ما مثلا امنیت نداریم یا مشکل داریم ببینید با توسعه فضای مجازی و با امکاناتی که داریم هر کسی میتونه به هر قسمی یعنی ببینید الحمدلله رب العالمین به توفیق حضرت صبح جهان به عنایات نا... امام اصل الله تعالی در زمانه ای داریم زندگی می کنیم که ندانستن اصلا ممکن نیست یعنی بله. شما به هر اگر اراده و اطلاعات, اطلاعات هستین ما اطلاعات هست بخی به راحتی می مثلا سخنرانی های به هر کدوم از علما و فضلا و اندیشمندانی که خب حالا سلیقه است دیگه هر کسی بله. میتونه صحبت یکی یکی بس اخلاقی میکنه که بس تربیتی میکنه آه. یکی در مورد مهدویت بس میکنه که در مورد مثلا نبوت هر بسی ولی اینکه هم نشینی داشته باشیم حالا اگر میتونیم توفیق داریم حضوری اگر نمیتوانیم هم به اصطلاح به صورت مجازی و غیر عذر وارد روز نهم میشیم دعای روز نهم نکات بسیار مهمی که در این روز قرار داده میگه پروردگارا درخواست هایی که در این روز اتفاق میفته اینه که خدایا مرا از رحمت واسعت بهره من گردان اولین نکته نکته دومیشیست که میگه پروردگارا مرا راهنمایی کن به او راههایی که هدایت مسیر هدایت مرا راهنمایی کن و بعد میفرماید که مرا به سمت رفتارها و اعمالی ببر که رضایت تو در اون پس چند تا نکته؟ سه تا, سه تا حالا اون چیزی که من بسیار روش تاکید دارم ببینید میگه که خدایا در ترجمهش میفرماید خدایا قرار ده برایم در این روز بهره ای از رحمت فراواند. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعه رحمت, کل واسعه. مم. رحمت مم. بی, نهایت بی نهایت خب میگیم که شما اشاره کردین که خداوند که ارحم الراحمین است حالا این رحمت واسعه چیست یعنی این روایت بسیار زیبا از وجود نازنین امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام داریم که متنش رو میگم بخاطر که فرصت کم است حضرت میفرمایند پروردگار و متعال رحمت او واسعه است به این معنا که رحمت او صد شاخه داره یک شاخ از رحمت خدا در دنیا بر بندگان او ارزانی شده و همه محبت ها و مهربانی های میان بندگان محبت مادر به فرزند محبت زن به شوهر ام. محبت خواهر به برادر و همه اون مهربانی هایی که در دنیا اتفاق می بله. فقط به لطف و عنایت اینمون یک شاخه ای از رحمت آه. خداست که خب اون 99 تای دیگهش کجا میره 99 تای دیگه میمونه در قیامت و بعد امیرالمومنین یه بشارت میده میگه و این 99 تا شامل امت پیغمبر خاتم و شامل شیعیان و پیروان کن علی به حال ما بله. اینکه که الهی او رحمت واسعه رو به ما بچشان هم در این دنیا از او یک شاخه یک شاخه رحمت توان این رو بده که من تا می توانم از او استفاده کنم مم. به معنای حقیقی هر آنچه که امکان دارم از او رحمت واسعه استفاده کنم و بعد اینکه انشالله خدا توفیق بدهد به ما که با عاقبت خوب با حسن ایمان و عمل صالح بله. ان از دنیا بریم که به او 99 رحمت الهی در سایه شفاعت پیغمبر و ان شاء الله دعای اهل بیت و شفاعت اونها برسی این باید. هم از روز نهم خب وارد روز دهم ده میشیم نکات بسیار جالبی که در دعای روز دهم ده خب، هست خب خانم اجازه ما یک میان برنامه تقدیم عزیزان بیننده کنیم همان. و بعد از او باز که اشالله. وسط صحبت ها و بین گپ های ما قطع نشه برنامه ما میان برنامه را تقدیم عزیزان میکنیم و بعد از او بعد ادامه دعاهای ماه مبارک رمضان که دهم ده و یازدهم ده هست و نکات های از او خواهیم پرداخت

تشکر و سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان داشتیم با خانم دکتر رضایی از رحمت واسعه صحبت میکردیم که انشالله که همه شما بیننده های عزیز و شما خوبان و مؤمنین روزدار از رحمت واسعه خداوندی بهره ببریم و نصیب همه ما و شما انشالله که شو و ادامه صحبت ها وقت رازی که وقت محدود است و بتانیم تمام این نکات های تربیتی دعاهای ماه مبارک رمضان تا روز 11 هم را بیان کنیم خدمت عزیزان بیننده به واقعیت نکات های بسیار زیبایی هست نکات های تربیتی بسیار خوبی از خان دکتر رضایی که بتانیم این نکات را در زندگی خود ما یک به عمل کنیم متوجه شویم و ببینیم که چقدر اینها زیبا هستند و چقدر زیبایی های زندگی ما خب، خب، را زیادتر میکنن بله بله خب رحمت واسعه خداوند را گفتیم و حال ادامه در روز دهم ده یک به اصطلاح نکته بسیار مهمی در دعای روز دهم ده هست و او تاکید بر معنای توکل است در فراز این دعا داریم که خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود قرار ده و از مقربان درگاهت قرار بده به احسانت ای ای نهایت همت جویندگان خب ما توکل میدانیم بله در آیات شریفه قرآن فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر کسی که بر خداوند تبارک و تعالی توکل بجوید اتکال بجوید خدا رو پشت و پناه خودش قرار بده فهو حسبه خدا کافی است کافی <applause> است <applause> حسبی الله خدا این استعانت کافیست. با این فرق میکنه خانم زهی؟ یکی میکن با هم تنب... پوشانی مثلا میگیم که استعانت از فقط خدای بزرگ یا کن و یا کن نستعین یعنی ما فقط از خداوند مثلا استعانت می و جاری یاری می, 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 می جوییم و توکل نی ببینید اگر شما مراتب به اصطلاح عبودیت رو در نظر مراتب بندگی رو او یک مرتبه است این مرتبه دیگه این راه‌های متفاوت ها و به اصطلاح میشه گفت مسیرهای مختلفی که ما به رضایت الهی و به معنای عبودیت حقیقی میرسیم بفرمایید شما ممکنه که در یک سری موارد اینا به هم وصل باشن و هم پوشانی داشته باشن اما اینکه کجا،, کجا معلوم می شود که شما از خدا یاری می اینکه به کسی دیگه‌ای فقط از خدا یکی آره من مریض میشم دکتر میرم می ولی میگم خدایا به امید تو به دکتر میرم انشالله. حتی دیدید بنززو دکتر صاحبایی که واقعا انسان های متقی هستن و خدا میگه انشالله شفا باشه با توکل خدا, خدا, خدا شفا, شفا میگیری استعانه خدا اینو ببینید به سمت دکتر میرم وسیله است یکی از وجل های حلال خود من. خدا اون گفته ارادی نداره من قطعا باوریم است که طلب شفا از تو بکنم یا من اسم او دوا و ذکر و هو شفا یعنی به اون معنا حالا معنی توکل کجا تجلی پیدا میکنه ببینید الان میرسیم به اون روایت در فرازی داریم در که پیامبر گرامی اسلام فرمود که جبرائیل از جبرائیل معنای حقیقی توکل رو پرسیدم که توکل چیست جبرائیل از طرف پروردگار متعال پیام آورد که یا رسول الله حقیقت توکل علم و آگاهی به این است که مخلوق نمیتواند این معنای باور به که مخلوق نمیتواند زیانی برساند و نه سودی نمیتواند چیزی ببخشد نمی نمیتواند از آن باز بدارد بله او یک بنده است و نیز توکل پس یکی این که به خلق خدا امید نبندی مم. یعنی فکر نکنی که مثلا ببینید یک مثال ساده حالا من اینو تمام کنم بعد خدمت, خدمت شما بله. ببینندگان عزیز توضیح دو و بعد ای که اول و بعد میفرماید و نیز توکل معیوس شدن از خلق است یعنی همه چیز را از خدا و به فرمان او بداند معنای اصلی توکل یعنی چی میگه که بیکار اون کار ندارم مثلا مثالی که الان بسیار در مملکت هم است درس خوانده تحصیل کرده فارغ تحصیل شده مدرکش هم گرفته و خب بیکار باید خب چی کنم ببینید خب برو به فلانی زنگ بزن برو با فلانی گپ بزن برو به فلانی بگو پارتی مشو برو به فلانی بگو یک مبلغی بشه میدم مثلا شما یک کاری بکو که مثلا به فلان جا. بله. اینا یعنی چی یعنی همین آدمی که به به سمت های متفاوت به فلانی امید میبنده به فلانی امید میبنده به فلانی رو میزنه از فلانی طلب بین کنه که خب تو, تو واسطه شو که من یک بار نمیگه خدایا تو توانایی دادی سلامتی دادی دانش دادی رفتم درس خواندم در مکتب رفتم بله. دانشگاه رفتم تمام کردم فارغ خدایا من توکلم به توست خب اگر تو بخواهی آه. اگر تو بخواهی من تلاش هم می کنم آه. میخواستم همین رو تو تل... که, تل... نمیشه که دا داخل خانه بیشینه ایچ کار و فعالیت نکنه ایچ حرکت نکنه بگوی خدای مثلا از تو حرکت خود در برسان بلی بلی من یک خط باریکیست خب تلاش به معنای این که، توکل به معنای اینکه تلاش میکنم مم. ببینید من تلاش بندگی خودم انجام میدم وظیفه خودم بله انجام میدم ولی باور دارم که اگر او اراده کنه ببینید همین معنی که داری گنجه هیچ کسی نمیتواند اراده او و اگر او نخواسته باشد هیچ کسی نمیتونه به چیزی برسه این باور بگی ببینید آه. گاهی وقت ها هی مثلا ببینید میگه که توکلت به خدا باشه مم. من خیلی تلاش کردم به این در زدم به اون در زدم میگه توکل یا ببین تو که الان تلاش بندگی تو کردی ولی خودت به معنای حقیقی بس برو. یه مثالی داریم از یک عالم حالا چون احتمال داره اشتباه بکن دقیقاً یادم نیست ولی از مراجع تقلیدی که الان در دنیا نیستن در دور دنیا نیستن رحمت خدا رحمتشون کنه جمله حالا دقیقاً یادم نیست کیست ولی میفرمایند که و چرا وقتی میندازی بالا مم. از زمین فاصله میگیره و در هوا معلقه مونتا میخنده بله به خاطر چی به خاطر اینکه اطمینان و باور داره به که بابای مرا میگیره مادر مرا میگیره خواهر می‌گیره کاش ما به اندازه او طفلی که او رو در هوا رها کردیم ام. و مطمئن است که کسی رو زمین او رو میگیره به خدا باور داشتیم این تلاش ما نمی کردیم خب داره. ولی یعنی روزی را خدا میرسانه یک مثال خیلی شاید که الان میگن که خانم آقا چرا بچه دار نمیشیم با ایرانی؟ با این وضعیت؟ با این وضعیت اتصال؟ بعد میگه که توکل خدا کن خود خدا گفته که من روزی رسانم. بله. خود خدا و الله و یرزق و و به غیر حساب مم. اصلا وقتی که در داستان حضرت زکریا حضرت زکریا آمد دید جلوی مریم میوه ها و تاام هایی که اصلا مناسب او فصل نیست گفت یا مریم و انا لک هازا اینا رو از کجا آوردی و الله و یرزق و میشا و به غیر حساب خدا مرن خدا بله. اگر با این باور به ای توکل یعنی تلاشت رو بکن زحمت رو بکش ولی مطمئن اطمینان یک تکیه گاه مطمئن باش این معنی اگر خدا بخواهد هیچ کسی نمیتونه مسیر موفقیت تو رو ببنده درسته. و برعکسش اگر تلاش میکنی اگر خدا نخواهد کسی دیگه ای هم اگر او بخواهد کسی جلو دارش نیست و اگر او نخواهد کسی نمیتونه یعنی دقیقا در معنی که در روایتی که از حضرت جبرئیل از جانب پروردگار میبینید آگاهی به این است که مخلوق نمیتواند زیانی به تو برساند درستم. و نسودی و نمیتواند چیزی به تو ببخشد و نمیتواند از آن باز بداره پس بنابراین ببینید هر آنچه که اتفاق میفته خدایا توکلم به توست یعنی راضیم به رضای تو و بله. تلاش هم میکنم منتها می اگر تو بخواهی بله. هیچ کسی نمیتونه جلوی به عبارتی تو رو بگیره و اگر هم که نخواهی باز کسی نمیتونه به ما چیزی ببخشه باوله کامل از خدای بزرگ داشتن باور کامل این به اینکه مخلوق خدا خود شخصا ما من او رو وسیله قرار میدم ولی همون هم که تا وسیله مم. قرار دادن او و اینکه او بتواند مشکل ما رو حل کنه باز اراده الهی اگر بره. خدا بخواهد او میتواند به ما کمک کنه اگر خدا نخواهد باز او هم نمیتونه هیچ مسیر خیلی باشه و اما روز دواز... 11 دواز... که باورهای ما را نسبت به خداوند اشارا... و یقین خود ما را کامل, 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 کنیم و ای... نسبت به مهارمزان... همه امورات زندگی بس... و این ماه به عبارتی میشود گفت که زمینه بسیار خوبی دقیقا. برای دقیقا. و اما دعای روز 11 یاز، به عنوان آخرین مطلبی که امروز انشالله در خدمت دوستان هستیم نکاتی که در این فراز هست دو تا نکته بسیار مهمه میفرماید که خدا یا کاری یعنی لطفی به ما بکن که من نیکی کردن و احسان کردن در نزد محبوب باشه دوست داشته باشم علاقه داشته باشم که نیکی بکنم و احسان کنم و از او طرف معصیت و گناه تو در نظرم از زشت و نامطلوب بیای، یعنی مم. چی خدایا کاری کن که احسان کردن و نیکی کردن محبوب قلب ما باشه بله. و من از گناه متنفر بشم بله. به سمت گناه نرم یعنی معنای حقیقی حالا ما داریم که از مرحوم آیت الله بهشت رحمت الله علیه داریم که ایشون در معنای اسمت میفرمایند که دو نوع اسمت داریم یه اسمت از خطا داریم از خطیه داریم که از هر نوع گناهیه و یه اسمت از خطا داریم ایشان میفرمایند انبیا و معصومین علیه السلام از هر دو نوع گو. یعنی هم, هم از خطا و گناه و هم از خطیه و اشتباه مسئول هستند بله. حتی فکر و ذهن گناه ولی بله. انسان میتوانند از گناه دوری کنن و اسمت داشت ولی از خطیه نه اشتباه نه یعنی پس آدم های عادی خطیه و گناه و اشتباه, 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 میتونن. را میتوانن انجام بدن و بعد اصلاح کنن بعد میگیم که خب پس به است که چی یعنی میتوانم به یک جایگاهی برسم آره اون روایت از معصوم علیه السلام که کسی پرسید که یعنی رسول الله چیکار کنیم که چطور مثلا شما چگونه گناه نمیکنی؟ چرا گناه نمیکنی؟ حضرت ببخشید که مثال میزنم ولی خب در اینی این که است به ظاهر یه خورده ناخوشایند باشه ولی معنای باطلش بسیار مهم است حضرت ایشون اشاره می میگن مثلا تا حالا شما فضل ای چیزی مثلا از گاو یا حتی بلد. از انسان دیدی میاره بعد میگه که یک حالت چندش میشه میگه رسول الله نگاه کردن نداره بلد. بعد حضرت یه قدم جلوتر میره میگه آیا تا حالا بهش دست زدی و یا رسول الله اصلا این چه کاریه شما بعد یکی قدم آیا مثلا تمایل داشتی که از او بخوری آه. بعد ازت میفرمایند دقیقا تجسم ببین تو چرا از او بدت میاد او رو پلید میدانی او رو زشت میدانی او رو کثیف میدانی او رو نجس میدانی به دلیلی که نجس میدانی حتی دلت نمیخواد که فکر کنی, که به اون نگاه کنی نگاه کنن. چه ب... حتی دلت نمیخواد که به اون نزدیک و ابدا بله. بعد اگر غیبت کردن ما در دا قرآن داریم که قیمت کردن مثل خوردن گوشت مردار برادر مؤمنت و تجسم حقیقی پیدا واقعا باور کنیم که گناه این می قسمت قیمت کردن حتی به ذهنمان خطور نمیکنه اگر بدانیم که الحسد حس حسادت برد. ایمان را میبرد همان گونه که آتش چوب را میسوزاند ایمان درست. را میسوزاند اگر حسادت به معنای واقعی ما برای ما تجسم پیدا کرده باشه حقیقت گناه را بفهمیم در قلب ما یک تنفر ایجاد میشه ما چرا باید خودمو بسوزانم و چرا باید ایمانمو بسوزانم کدوم آدم عاقلی کار به واقعیت های واقعی. گناه پی ببریم پس از،, از خدا بخوایم که ما رو یعنی در دعای روز 11 هم نکته مهمی هست که خدای به من کمک کن که من واقعا از وجودم تنفر پیدا کنم از گناه و خدای تو به من این توفیق رو بده که من واقعا احسان و نیکی کردن و کار خیر کردن رو از دقیقا دوست داشته باشم من دوست داشته باشم یعنی یک میل قلبی یک تمایل و یک انگیزه و اشتیاق درونی برای کار خیر در وجودم باشه از اون طرف یک تنفر و یک به اصطلاح هشدار یک زنگ هشدار در درون وجودم همیشه باشه که به سمت کفران نعمت تو به سمت معصیت تو و نافرمانی تو و خدای نکرده به سمت ظلم و کارهای اشتباه و گناه و پلیدی اصلا نرو به واقعیت تمام این دعاهایی که شما گفتین همه اینها رو ما در زندگی کاملا احساس میکنیم و به یقین و باور کامل باید برسیم که با این دعاها در ماه مبارک رمضان میتونیم برسیم به اینا ایش. چرا که گفتن ماه مبارک رمضان ماه استجابت, استجابت دعا. بله. که خدا تمام این که... دعاهایی که ما میخوایم ان که همگی آنها برآورده میشه میشه و چه دعاهای زیبایی هست هر کدام از اینها یک دنیای هست برای خودشان و چه قدر معانی گسترده ای داره و انشالله که از این دعاها غافل نباشیم در این ماه مبارک رمضان و این خودش میتونه تمرین باشه برای سایر ماههای دیگه که وقتی که ما از ماه مبارک رمضان فارغ میشیم و خارج میشیم پاک انشاءالله. فکر میکنیم که نو متولد شدیم و انشالله که وارد ایام عید فطر که میشه مثل ای که دوباره پاک, متولد شدیم و با یک فطرت پاک دیگه تشکر سپاسگزار از حضور شما عزیزان بیننده و خواهر خوب میخوام دکتر که امروز با ما بودن امیدوار هستیم که در روزهای دیگه همچنان بیننده برنامه باشیم از حضور گرمتان خدافزی میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم و مثل همیشه ازتان التماس دعا داریم خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه